الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابنة رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم فنفوز والله فوزا عظيم. وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت. الخطاب إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين، فحكمت أشرارها إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد وأمرت فجارها وقادت علي بالنجاد وخالفت سبل الرشاد وأغضبت جبارها قادوه والزهراء تعدو خلفه. قادوه والزهراء تعدو خلفه عبرا فليتك تنظر استعبارها والعبد هو العبد سود متنها فاستنصرت أسفيا فليتك تسمع استنصارها. مولاي مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة جارها. اي والله هجموا على الطهر البتولة جارها. فقطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها. شيلها وياي. اي والله قطعت أمي يمينها. هيا ويسارها. قول رضوه 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 سليلة أحمد بالباب. رضوا حتى أنبتوا في صدرها مسمار. أي والله أنبتوا في صدرها. نعش هي نعش هي
يعيشها بكدر وبوين هالدنيا، نعيشها 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 ولا يوم الدهر روحي، نعيشها نعيشها على الشال وبليل الظلام، شنو نعيشها نعيشها هذي الطاهرة اندفنت خفية، اي اي والله هذي الطاهرة اندفنت، الشاعر وجه الخطاب الى الامام الحج، اقول له يا ريت يا ريت الليالي عليك يا المحجوب، يا ريت يا ريت ومن الدمع دمع عيناك، يا ريت ومن الدمع ومن الدمع دمع عيناك، يا ريت يا ريت حاضر كنت يوم الباب، يا ريت يا ريت يا ريت حاضر كنت يوم الباب، يا ريت وشوف الصار بحوال الزكية، اي اي والله وشوف الصار بحوالي، اي 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 الزكية، اي 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 ام اللي عطية شقول اقول لتلومني ظل انكسر بالباب، لا تلومني لا تلومني ضلع انكسر بالباب، ما قصروا ما قصروا بينا حديمين المرور، اولا شنك ما تدري هالعبد بيا سوا، صقفني المحسن وخلى الجسد نحلان، لا تلومني لا تلومني ضلع انكسر بالباب، ما قصروا ما قصروا بينا عديمين المروه، جنك ما تدري هالعبد بيا سوا، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلام، اولا تقول جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، ولطمة عيوني وداح الباب يدري، اويلي جسم انتحل جسم انتحل من ضربة المسمار صدري، اويلاه ولطمة عيوني اويلاه ولطمة عيوني وداح الباب يدري، اخ جسم انتحل من ضربة المسمار صدري ولطمة عيوني وداح الباب يدري، يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، يا صلوات كانت سؤالها مورد اختلاف بين عموم معلوم، يا عندنا فرسان شو فرق بين الزن وما ما باید در همیشه در حال تساوی باشیم، باید مساوی باشیم. چرا الله میگه الرجال قوامون علی النساء؟ آیا یعنی مرد بهتر از زن است؟ آیا جنس مرد بهتر از جنس زن است؟ نه، تو
طوری میشه. الله میگه فرق نیست بین زن و مرد، خلقكم من نفس واحده، ولی ما یه خصائصی در مرد گذاشتیم که در زن نیست. مرد برای وظایفی ما خلق کرده، زن هم برای وظایف دیگه خلق کرده. متوجه هستی؟ آیه چه میگه؟ میگه الرجال، لا ملاحظه کنید، الرجال قوامون علی النساء بما، یعنی این با سبب بهش میگن، بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی به سبب تفضیل شده. این چطور تفضیل شده؟ زن به فرق بین از مرد و فرق بین از مرد و زن چی چیه؟ چه تفاوتی دارن؟ چه فرقی دارن؟ فضل الله الرجل على المرأة بالتعقل. فرق بین از مرد و زن در مسائل تعقل فرق میکنن. من دیشب این بحث ما تکمیل نکردم، گفتم امام علی گفت ان النساء نواقص العقول و نواقص الحبوب و نواقص الایمان. گفتم زن ناقص العقل نمی معنایی که نمی فهمه، نه، چون مقداری که عاطفه داره بیشتر عقله. متوجه هستی؟ زن چون وظایفی که انجام میده احتیاج به عاطفه زیاد داره، احتیاج به رقت القلب زیاد داره، احتیاج به لطف و ملاطفه زیاد داره، به خاطر این نمیتواند این زن ما در مسائلی بود و در قضایی که به عقل به کار ببره بذاریم، یعنی در مسائل حکومتی، در مسائل قضا نمیشه زن واردش کرد، چون زن عاطفیه، زن حساسه در این قضیه. یعنی مرد قوت عقل داره، زن نه، قوت عاطفه بیشتر از عقل. این فرق به ما فضل الله. بعدین به ما فضل الله بعضهم على بعض في قوة الجسد. مرد چون همیشه در مسائل حکومتی قضایی در حال بیرون احتیاج داره به شدت بأس بهش بگن، یعنی با احتیاج به قوت بدن داره، احتیاج به شجاعت داره. زن نه، نمیتونه کارهای سنگین انجام بده، کار بنایی و کار مثلا سخت و کار اینا نمیتونه، چون بدن زن لطیف است، بدن زن حساس است، رقیق است. در مسائلی که در قضایا و در کارهایی که با عاطفه زن بخوره اشکال نداره، مثل تمریض، بیمارستان کار میکنه، تعلیم، خیاطه، کارهایی که سنگین نباشد اشکال ندارد. اینه فرق نیست بین از مرد و زن. این نمیشه بگی میگی الرجل افضل من مرد، نمیشه بگی. میگی شما یه وظایفی داری چون عاطفی هستی، مرد هم یه وظایفی داره چون عقلانی است، و الا فرق در جوهر نیست، چون خلقکم من نفس واحد و جعلنا، چون در جوهر فرق نیست. ملاحظه کنین آیه و خلقنا لکم من انفسکم چی؟ ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحم. معادله فرق در انسانیت بودن یکی، در انجام وظایف فرق میکنه و الا هیچ فرق نیست، هیچ فرق نیست. خب این بما فضل الله بعضهم على بعض، این الرجال قوامون. قوامون یعنی چه؟ یعنی امور دست مرد باشه، رهبری
دست من باشه نه دست زن. چرا؟ چون عقلش بیشتره، قوت بدنش بیشتره، به خاطر این رهبره. در مسائلی که احتیاج به قوت بدن و عقل رهبر باشد، نه در مسائل عاطفی. نه، در مسائل عاطفی زن آزاده، هیچ اشکال ندارد. اگر از تو سوال کردن بگویید از حیث عقل و قوت بدن فضل الله بعضهم على بعض، نه مطلقا. بعدین و بما انفقوا، نفقه زن به عهده شوهر باشد، خرج زن، کسوه زن، لباس زن، خوراک زن، مسکن زن، دوای زن، نفقه مناسب حال زن به عهده مرد باشد. از این لحاظ هم خدا ولایت و رهبریت داده به مرد. باید زن در مسائلی که مربوط به نفقه باید تسلیم شوهر باشد. چطور؟ مثلا در مسئله تمکین جنسی، چون زن وقتی که کی واجب نفقه میشه؟ زن کی واجب نفقه میشه؟ وقتی که تمکین کرد به شوهر. تمکین نکرد به شوهر بهش میگن ناشزه هست، واللاتی تخافون نشوزه هم. زن باید نسبت به مرد تمکین، یک از حقوق مرد به عهده زن اینه، تمکین جنسی. دیگه زن نمیتواند بدون اجازه مرد از خانه بیرون رود، باید با اجازه شوهر، چون قضای منزله، باید بوده، باید رهبریت دست شوهر باشه. و یک از حقوق مرد بوده زن، ان تحسن معاشرته بالمعروف. یه زن آمده پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفته بهش که شما مردا میری جهاد میکنی، جمعه و جماعه میری، چون زن از لحاظ جمعه و جماعه آزاده، میتونه نره، یعنی حدیث داریم زنا بشنون، مسجد المرأتی بیتها، مسجد زن خونه خودش. گفته به شما جمعه جماعه جهاد میرید، ما چی؟ چیکار کنیم؟ شما فضیلت جهاد دارید، ما فضیلت جهاد نداریم. چرا خیلی امتیاز برای شما هست برای ما قائل نیست؟ البته در مسائل جهاد و حرب و اینا، چون این مسائل لایق به مرده، چون قوت بدن داره، قوت تعقلش هم بیشتره. الجهاد ساقط عن المرأة، جهاد بر زن واجب نیست، ساقط، جمعه جماعه ساقط. پیغمبر گفت بهش، البته قبل از این یه چیز دیگه بگم، این زن ضمن این مسئله گفت بهش، به پیغمبر گفت شما همه چیزی مال شماست، ما اصلا اسممون تو قرآن نیامده، ها؟ آیا برای ما زنا ذکر هست تو قرآنه؟ ذکر نیست. وقت این آیه جبرئیل نازل کرد بر قلب پیغمبر، گفت بشبهو ان المسلمین والمسلمات، ذکرشون شده، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصابرین والصابرات،
والخاشعين، خیلی گفت والخاشعات، حالا یکی هم نگو مسلم و مؤمن و قانت و صابر، همش بگو والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات باز، والمتصدقین چشم والمتصدقات باز، مخای والحافظین فروجهم والحافظات بعین، والذاكرين الله كثيرا شاش، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. خوب شو راحت الحمد لله، خير خوش زمان، خير خوش عاجل قف. ولي جهاد تي عيدان الإيمان إن زنها نمدن بگم بگم زيشم همین دیشب که بحث میکردیم یکی از دخترها جوان بود، پوشیه داشت، قفاز داشت، همه جا پشت در صدام کرد، خیلی هم علی ظاهر مؤمنه بود. ما که دیشب صحبت پوشیه بود گفتم پوشیه آقای خویی میگه احتیاط واجب پوشیه بزن، گفتم کل فقهای ما میگن خب غیر از آن خویی که پوشیه واجب نیست، مگر که زن خیلی زیبا باشد و اگر برت پوچه باعث فتنه و الفات نظر باشد، در این صورت پوشیه بذارید. باز گفتم ما بین از دو تفاوتی خیلی هستن از این پوشیه داشت ها نمربوطه، خیلی گناه های میکنن زیر این من فوق هله الله و من تحت یعنی گفتم بعضی نه همشون عزیزم خوش کردن، بعضشون من فوق هله الله و من تحت، لیکن بعضشون نه، مؤمنه، متدینه، دوست دارن با حجاب باشن، مخدره باشن، این دختره که دیشب پشت این در گفت حاجا شما بالعربی تحشی بالفارسی همه تحشی بعد گفت لی انت اسئت الی البوشیه، بابا کجا من اسئت الی البوشیه، گفتم بهش بگو چی دلیلی، گفت من هیچ، گفتم بنویس انتقاد به ناداری سازنده، بنویس زنگ بزن حالیم کن چطور من اسئتو الی البوشیه، گفت نه. باز هم گفتیم چش بعدن به من گفت و لا تحش علی الجمهوریه، وإلا فصخناك عمامتك، قمنا دعواش كوني نعمل زنهاي كمين، ما حرفمون واضح، قفتم بوشيه واجب در صورتك تو خيل زيبا هستي بريت كوچا باعث فتنه، قفتم بوشيه بعض اوقات اینها زیر پوشیه گناه میکنن بد هستن، شما ای مرد گول نخور، میبینی این پوشیه میگه این مؤمنه، نه مؤمنه عفت داشته باشد. امام حجت میدونی چی میگه در دعا، میگه و تفضل علی النساء بالحیاء والعفه، زینت زن حیا و عفت است، اینه حالا میخواد پوشیه داشته باشد میخواد نداشته باشد، درست خیال حالا اگر خودش هست این جوابش. بعد این عمامه تبت فاسخ به رحمام خانم، بعد هیچ احدی نمیتونه این عمامه بذاره پایی، انا اتحدى اي واحد، حالا زن مخواد باشه مرد مخواد باشه،
دیگه چی مهم؟ شما اگر انتقاد سازنده دارید من بهش میگم بنویس برام چطور من اسئتو الی الپوشیه، بنویس برام. میگه نه. گفتم زنگ بزن، میگه نه. بهش میگه چطوریه؟ عزیز من اولین برخورد با همچنین دختری جوان، یعنی هیچ الان من تن 5-6 سال من روزه خونی دارم، هیچ که اینطوری با ما صحبت نکرد. نمیدونم این یا حرفا ما غلط فهمیده یا حالیش نشده، ولی دختری خیلی هم با ادب بود. کاش هم در روش صحبت کردن هم مؤدب بود. کار نداره. یا صلوات بفرست. اخیر این دخترای ما به نظرم شوهر میخواند. چطور؟ من بدون؟ دختر 17 ساله ایران، دختر 16 ساله زود عروسش میکنن. نمیزنن دختر 22 سال بشه، 20 سال بشه، 25 سال بشه. میدونی یعنی؟ میدونی چه میگن ایرانی ها؟ میگن ها؟ یه عده نه همشون. میگن این 22 سالشه. حتما یه عیب داره که کسی نه همه زر داره. میگن چرا 16 ساله 10 ساله عروس نشود؟ یه عده طوری تحریف تفسیر میکن. زود ردش کن بره دخترها. حدیث داریم خیلی قشنگه، میگن من سعادت المرء الا تحیض، حدیث المرء ها الا تحیض ابنته فی بیته، از سعادت مرد که دخترش در خونه خودش حیض نبینه، بره تو خونه شوهر حیض ببینه. کی حیض میبینه دختر ها؟ آهان سلمان 9 سالگی. دختر 9 سالش شد دیگه بالغ است. زهرا همین در سن 9 سالگی ازدواج کرد و در 18 سالگی مرحوم شد. 18 سال و تقریبا 7 سال و 5 روز سلام. این دخترها شما پدرای ما، این هم جوانهای ما، سعی کنید زودتر دخترها عروس کن بره و این پسرها زودتر داماد بشه. من خیلی دوست دارم، خدا خیلی هم خوشش میاد زن عفیفه باشه، حیا داشته باشه، پوشیه هم داره. خیلی عالی، خیلی عالی، ما تأیید میکنیم. ولی بازم ادب داشته باشه، بدیعه نباشه. خب الرجال و قوامون. گفتم یه زن آمد پیش پیغمبر گفت شما چرا یه امتیاز نداریم، اسممون تو قرآن نبرده؟ اون وقت آیه نازل شد ان المسلمین و المسلمات، بعدن گفت جهاد. چرا جهاد؟ وقت این برنامه این دختره گفتن جهاد، شما جهاد بریم ما جهاد نمیریم. بازم میخواد راه داشته باشه. پیغمبر دید این یه جواب بهش میده دیگه قشنگ. حالا اینقدر آیه گفتیم به ان المسلمین و المسلمات اکتفا نکرد، میخواد همچی جهاد کنه. خیلی عام پیغمبر بهش گفت حدیث جهاد المرأتی چی؟ حسن التبعل. جهاد زن که با شوهرش خوش رفتاری کنه، مطیع شوهر باشه، رضایت شوهر جلب کنه.
دیگه رفته. باز هم یه زندگی آمد ول کن می، باز هم خوبه بذار بیاد. این زن نمایندگی گرفت از همه زنا، و گفت بهش پیغمبر اخی شما مردان همیشه پیشیدن، مردان همیشه پیش شما، مگه ما حق نداریم بیایم پیش شما؟ ها همه زنها ناراضیه و هر حرفی که من میزنم حرف همه زنها که میگن چرا پیغمبر با ما اجتماع نمیکنه. پیغمبر گفت چشم بیایی. ما هم برای زنان میگم، برای جوانان میگم، این هم یکی از جوانها به من گفت، گفت حاجه ها اگر شما یه روز بذاری همین تو ماتم روزه خونه نیست، فقط همین طوری میشستنی. جوانها بعضی ها سوال دارن در مسائل مختلف، اگر یه روزی بشنستن توی هفته کتر چشمن مارای دارن. شما جوانها پیرها هر وقت یه روزی دوست داری به من بگی، من میانجا بشینیم هر سوال داری اومد که بلدن جواب میدن. زنها همینطور اگر خواستن در مسائل خودشون هیچ اشکال نداره، یه روزی بیاییم و حجاب باشد و صحبت میکنیم هر سوالاتی داره، هیچ اشکال نیست که چایی برمیست. این هم برای شما که سوال هم حدیث خیلی قشنگ داریم جوان ها بشنوند، پیر ها هم خیلی دونیم 70 سالت هنوز نماز بلد نیستیم، خیلی این حرف هم بیا یاد بگیر. ما اقبح بر رجوی حدیث داریم آسل ما علیک اسم حسن مان، من یه روز اسمت به کار بردم شما تشریف نداشت، گفتم یه حسن مان یه لقب بر ما گذاشته، این شیخ بیش بگیم شیخ آیتی، چون همیشه میگه آیه داریم درسته، حدیث داریم ما اقبح بر رجوی ان یصل عمره 70 سنه ولا یعرف کیف یؤدی الصلاه. 70 سال هنوز غسل بلد نیستی. یک کسی می آمد پیشی اطلاع من عشی خدا رحمتش کنه، یه سوالات میکرد پیر من غسلش اشتباه یعنی غسل جنابت اینا بلد نیست، بلد نبود طول 40 سال آن عشی گفته تو نماز ترک 40 سال باید عالی بیشه بعد وقت شده چه؟ همه شما باید یادی فیرما فیرما دارم حدیث داریم خیلی خشم من اراد الله حس کن این روایات اهل بیته ما انتمسکتون به ما لن تضلو بعدی روایت داریم من اراد الله به خیرا بلد حسن ما من اراد الله به خیرا چی فقهه فی الدین و بصره عیوب نفسه. دیگه ترجمه نمیخوام
بعد نیست یه روزی بشه ما هم در خدمت شما هستیم، اجتماع بشه، سوال جواب بشه. خب حدیث ما الرجال قوامون علی النساء، رهبر باید چی؟ مرد باشد، شوهر باشد. نه فقط در مسائل ازدواج مرد رهبر باشد، نه حتی در مسائل سیاسی و اقتصادی که مثل قضایای حکومتی و اداری باید دست مرد باشد. چون گفتیم زن عاطفی است و این اعتباد اون کار انجام بود. در احادیث ما وارد شده که اصلا زن نباید رهبر باشد. روایت داریم از پیغمبر ما افلح قوم قادتهم امراه، هیچ فلاحی و نجاحی اینا نمیبینن اگر رهبرشون زن باشه. ما روایت دیگه ما افلح قوم تدبر امورهم امراه، یک از زمان جنگ بصره فرحه و زبیر آمدن پیشه یکی روایت میکرد، یک از حالا اسمش یادم نیست ولی روایت دیدم، گفت من آمدم فرحه و زبیر آمدن پیشه عایشه، دیدم که عایشه امر رو نهی میکنه، من هم خواستم به امرش عمل کنم ولی یادم آمد حدیث پیغمبر ما افلح قوم تدبر امورهم امرا، ول کردم میگفتن کارشون. شاید یک کسی اشکال میگنه به حاج آقا چرا؟ گفت همون برنامه، برنامه زن عاطفیه، قوت عقلش کمتر از مرده و خیلی چیز هست. بعد شما تجربه کنید مسائل دست زن بذار روی اشکال های میکنید. اسمش چیه این؟ الیزابت بود، الیزابت همه الیزابت هاشون ملکت گرفانه. این ملکت هیچ کار نمیکنه، یعنی اداره کشور دست خودش نیست، یعنی همینطور سوره معلقه ماکو در سوره معلقه، یعنی امر نه دستش نیست، فقط همینطوری گفتن ملکه و الیج ترسم بگم احنا واید ابن صورا معلقه، خیلی داریم ما مثل این ملکه ایلو زدید. حالا نمخواه بگم به واید چی دیگه میگم تحریف فلسفش بهتون بگم. یکی دیگه هم بود میشه ناشد ما اشتردی نه ایلو زدید این ها؟ نه این اعتزال کرد، یعنی مال بریتانیا بود، تاتشر این برکنه شد. بله حالا اینا اون دیگه تمام شد برنامهش، ولی زرنگ بود این بوتو، خیلی زرنگ بود. یه زن بیش کار کرد یکی، حالا ما هر کار بکنیم هیچ یادم رفته آسما هستم یه سلوات بفرید ما افلح قوم قادتهم امرا،
میترسم بگم زنان راحتن، ولی بگم چون آیه روایت داره. این هم شیخ آیتی هم روایتی باشه، روایت داریم. امام علی میگه شاورو هنه و چی؟ و خالقو هنه، مشورت کن باش، ولی ملزم نیست الا به نظر زن حرام، چون زن عاطفیه. شما وقتی که با کسی بخواید مشورت کنید باید پر تجربه باشد، عقل بزرگ داشته باشد، نه نظراتش روی قلب و عاطفی باشد، نه به درد نمیخوره عاطفه، عاطفه کور است. نه فهمه شاوروهن. البته بد نیست بگم در مسائلی که خونه باشه، رنگ پرده چطور باشه، رنگ نمیدونم قالی چطور باشه، در مسائلی که مثل اینها باشه نظر زن عمل راه بشه. حالا اینقدر چیز نشه شما، ولی خب اینقدر معتدل باشه. علیکم السلام. شاوروهن و خالقو، قاعده نیست، یعنی شما مشورت کن بهش، بفهمه که شخصیت داشته باشد، وجود داشته باشد، ولی ملزم نیست الا به نظرش چی؟ و شاورهم فی الامر فاذا عزم فتوکل على الله، مشورت کن باش، نظرش بدون چیه، بفهمه که شخصیت داره، ولی شما آخرش شما ببین موازین عقلت چه میگه، موازین شرع چه میگه و عمل کن. نه یعنی بس شما اینه حفظ کنی و بعد این خیلی هم یعنی تسو استفاده میکنن از حرفای ما، میگن ها ببین شیخ نگفته شاوروهن و خالقو، نه نه، ببین نظر زنت چطوره، اگر مطابق شرع و عقل هست عمل کن. ولی معمولا اینها نظر نمیدن مطابق عقل، مطابق عقل چون عاطفی هستن، حساسن، ظریفن، لطیفن در مسائل دیگه. مثلا یه چیزی بهت میگم، مثلا بچت از مدرسه آمده، خب از آن زور هم گفته، خب شما به پسرت میگی بابا نماز بخون، او میگه حالا ول کن چرا نماز بخونه، بذار نهارش بخونه، درسش بخونه، بعد نماز بخونه. ببین بچه آمده حالا اینقدر گرسنش نیست، یعنی میتونه دو سه رکعت نماز بخونم. زن میگه نه عاطفیه، خیلی میگه بذار استراحت کنه، نهارش بخوره، چایش بخوره، درسش بخونه، پس که نماز بخونه. شما گوش نکن، بیش بگو بیا ای زن بیا، نه جلوی بچه، جلوی بچه دعوا نکن بازنه، خوب نیست، شخصیت بچه خرد بشه، عقده‌ای میشه بچه. میخوای زن تو کنار بذار توی اتاق، بگو بیا با ما، ما این بچه مخامیانش بدی وقت نماز الله اکبر که گفت نماز بخونه سر وقت، میخوام عادت کنه بچه، از همین کوچکی عادت کنه. ها العلم فی الصغر چی؟ کالنقش فی الحجر. بیش بگو چش حالا یا من نماز پنده این بیش بگو نماز ده دقیقه قول نمیکشه، نمازش بخونه عادت کنه، بعد نهار شما آماده کن، حالا که نهار داغ نیست، آماده نیست، اونا چیز نیست. این در مسائل تکتیکی باید خیلی شما به عقلت بفارم. بچه هاتون واقعا عادتشون کنید روی عادات خیر، بیان مجالس، ببرش نماز جماعت، از همین کوچولو، از کوچولو که هست یادش بده. خب
یه چند تا هم روایت داریم بابت زنان. البته این خیلی حدیث قشنگه، روایت داریم حدث الله. ولی چه روایت؟ الله اکبر، سلام الله علیک یا رسول الله. همه تون حفظ کرده این روایت، یعنی بگم احب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وقرة عين الصلاة. سه چیزی از دنیای شما من دوست می‌دارم. ای قمر من یک طیب عقل است، العقل طیب عقل است، و چی؟ و النساء زنان، و چی؟ وقرة عين الصلاة. این سه چیزی پیغمبر خیلی دوست می‌دارم. حالا شاید یه عده اشکال میگرد، میگه آجه ها یعنی منظور چیه؟ پیغمبر فقط عطر و زن و نماز دوست میداره؟ اولا نماز که الحمدلله ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، درست فهم؟ بزرگترین ذکر خدا تو همین نماز، اقیم الصلاة لذکر، درسته؟ اول ما یسأل الانسان یوم القیامه در روایات ما عن الصلاة، اذا قبلت قبل ما سواها و اذا ردت رد ما سواها. نماز الصلاة عمود الدین، ستون الدین است، بین الكفر بين العبد والكفر ترك الصلاة كستارة الصلاة كافرة. خیلی مهم این میگه دوست میدارم چون ستون دینه، درسته یا نه؟ ها زن چی؟ اگر شما ازدواج نکنید چطور بچه به دنیا بیاد؟ این میگه احب الی من دنیاکم ثلاثه، که النساء به خاطر تشویق به ازدواج است. چون چه میگه رسول الله؟ میگه النکاح سنتی. این وقتی که خطبه عقد میخوانن این حدیث رو به کار میبرن، مثلا شما سید جوادش بگه بیار عقد بخون، اول خطبه بخون الحمدلله الهی، بعدم میگه قال رسول الله، چه میگه؟ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پس زن مهم در اسلام، زن مهم، ازدواج چیز خیلی مهمی. حدیث دیگه داریم، من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف آخر. ازدواج نصف دینه. یه روایت دیگه دیدم در مستدرک الوسائل، یه کتاب داریم به نام وسائل الشیعه، یکی هم نوشته اسمش مستدرک الوسائل، میدونی حدیث داریم اونجا، من تزوج فقد احرز ثلثی دینه فلیتق الله دو سوم دین است مربوط به ازدواج شما با همین النساء. عقد چیه؟ عقد اولا حالا عبادت ما درست شد با نماز، نصف دین ما و حفظ نفس از حرام با ازدواج، اجتماعیات ما چطور حل بشه؟ ملاقات هم دیگر چطور بشه؟ مردم از انسان بدبو خیلی متنفرن، کراهت داره انسان نماز بخواند
بوی عرق ازش میاد. کراهت داره انسان نماز بخونه بوی پیاز ازش میاد، بوی فوم ازش میاد، سیر. حدیث داریم که اگر میخوای برادران بری زیارتشون دیده میکنی عطر بزنی. شما الان خواستون با یکی نشستی همش بوی عرق و کثافته، اصلا باش نمیشین. یکی از راه های کسب مردم همین تفایلون بگید چقدر خوشبو داره، بریم بپرسیم از این عطر از کجا خریده. میان اون وقت شما آشنا بشی با مردم به وسیله همین این عطر از کجا خریده، بریم ازش سوال بکنی. شما بری ازش سوال بکنی خوشون استقبال میکنی، اسم شریفتون میگی محمد سعید العرب، اسم جناب آقای حسن مان، حال شما خوب الحمدلله. شما میگید خیلی عطر خوبی دارید، کجا بودید؟ آشنای من با حاج سلمان چطور شده؟ با همین عطر، با همین طیب. یک از مصادیق نظافت بدن است، النظافت من الایمان روایت داریم. حدیث داریم الاسلام نظیف فتنظفو، خیلی چیز مهمیه این نظافت. احب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب و النساء و قرة عین الصلاة. پیغمبر علاوه این سه چیزی حبیبی دیگه هم داره، یه نور عینی دیگه هم داره، یه ثمرت فعالی دیگه هم داره. و خود فاطمه زهرا خیلی مشتاق شده به این پیغمبر. در روز اواخر پیغمبر در روایات ما فاطمه زهرا ازش میپرسید من کی به شما ملحق بشم، متى يكون اللحاق بك؟ قال لها عما قريب فاطمه، امروز روز وفات فاطمه سلام الله علیها. و واقعا 75 روز بعد از وفات رسول الله الحقت فاطمه به ابیها به ابی و امی. دخلت ام سلمه على فاطمه الزهراء سالتها عن حالها، قالت لها يا أم سلمة قد دعيت إلي نفسي أمير المؤمنين آمان، إن قد وصاييت فاطمة الزهراء أمير المؤمنين. قالت له ما عهدتني خائنة ولا كاذبة؟ قال لها أنت أبار وأتقى يا ابنة رسول وصته بعدة وصايا بأن يتزوج ابن أختها ببنت أختها عمامة، وأن يدفنها سرا ويحلقها بحلوق باقي رسول الله. ده روايات ما آمد أسماء بنت عمير تنجاب فاطمة الزهراء بيشوف أعطيني بماء، جاءتها بالماء اغتسلت به. قالت فاطمة يا أسماء إذا أجبتك فبها، وإلا فاعلمي بأنني فارقت الدنيا. أسماء بنت عميس ما هي إلا لحظات، جاءت إلى مولاتنا زينب، مولاتنا فاطمة صاحت بها يا بنت المصطفى يا خير من وطئت
تشوف مادرتون فارقت الدنيا جاء الحسين يقف في أمه الزهراء قال لها جاوبيني قبل أن تفارق روحي بلني جاء الحسين أخذ يقف رجلي الزهراء قال لها أمه كلميني قبل أن ينصدع قلبي قالت لهم أسمع اذهبا إلى أبوكما بيك في جمر علي خبر مني حسن وحسين أبدان قريبي كردان أصحاب تعجب كردان شنو قريبي فني لعلكما اشتقتما إلى جدكما رسول الله قالوا لا ولكن أمنا فاطمة ماتت فلما سمع علي أخذ يبكي وأجهش بالبكاء وغشي عليه وإذا صارت الصراخ بالمدينة جاءت النسوة والرجال اجتمعن على بيت أمير المؤمنين ينتظرون إخراج الجنازة خرج إليهم أبو ذر الغفاري قال لهم أخرت إخراج الجنازة لأن مولاتنا فاطمة وصت الإمام علي بأن يدفنها سرا وليلا ولما مضى شطر من الليل أخذوا الجنازة يقولون في الروايات لما دفنها الإمام وفض التراب من على قبرها حاج به الحزن أرسل دموعه على خده ووجه وجهه نحو قبر رسول الله صاح السلام عليك يا رسول الله مني ومن ابنتك وصفيتك لقد استرجعت الوديعة ورديت الأمانة واختلست الزهراء حيدر على قبر النبي نادي مختار هذه الوديعة ما دريت بحالها الصار وصيتني انا صغرت واستهضموني ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وهذه الوديعة روعوها ولببوني وانا وحيد ولا شفت منهم انصار يا سيد الكون الوصية ما رعوها وهجروا على دار البتول وروعوها اولا طلعت تدافعهم ومن باب حصروها وتكسرت للضاع ومن خصار ما صار ما تتعب فرقاك مهضومة وذليلة ومن كثر تلويع الرجس صارت عليلة شحتي تعدد من مصايبها الجليلة ويقول كل اللي بيجاري عليها وعيني تشوف لا كلت زنودي ولا بقلب دخل خوف لكن انا شبيدي بقيت الوصية صرت مشتوف وسلمت لله والامر لله الجبار ويقول واعظم علي يوم بالحجرة اللي فتني تقول النهب مني فدك وسودمتني وقامت تنوح ومن بجاه ذوبتني وسلمت لله الامر الجبار سلمت لله وكسرة والله الوديعة وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم ضيعه ضيعه جاروا علينا وضيقوا بينا الوسيعه مولاي ما سن الظلال سوى الاولى هجموا على الطهر البتول في دارا
إلهنا تقبل أعمالنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم رد كل غريب، شافي كل مريض يا الله بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، فرج همومنا، ابشر همومنا برحمتك يا ارحم الراحمين. والى موت المؤمنين والمستمعين والمؤسس لهذا المأتم الشريف، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات. شاب جمعة مجلس بعد قرار، شاب جمعة إن شاء الله مجلس بعد قرار، ساعدكم الله حبا. بسم الله الرحمن الرحيم.